سلام، خوش آمدید. سرخط خبر ده. حمله بر دفتر روند سبز. در یک حمله گروه از مهاجمان بر دفتر روند سبز در حوزه چهارم شهر کابل، دو تن جان باختند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. شدت نگرانی وضعیت صحیح دوستان می باشم. دیگر ساعت هاست منتظر هستم. آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری. این پیکارها تا دو ماه میان 18 دسته انتخاباتی ادامه خواهد داشت. کمیسیون انتخابات امی باور برای مردم ما در انگیزه مردم ما ندادن که مردم باور کنن و کار درست را انجام بدن. رای ما شفاف باشه، مشخص شود که این ملت افغانستان رای داده است. تأکید بر ایجاد یک هیئت همه شمول برای صلح. زلمه خلیلزاد میگوید که گفتگوهای میان افغانان پس از توافق امریکا با طالبان انجام خواهد شد و برای پیشبرد این گفتگوها باید یک هیئت همه شمول ایجاد شود. قرار است تا هفته های بعدی گفتگوهای بین الافغانی با مشارکت تمامی طرف ها، البته هیئتی که فراگیر جامع و نمایندگی بتانه نمایندگی بکنه از تمام افغانستان تشکیل میشه. و بازداشت دهاتن به اتهام همکاری با گروه داعش در عراق. مشروع خبرها. در یک حمله گروه از مهاجمان بر دفتر روند سبز در بخش های سبزی چهارم شهر کابل، دو تن جان باختند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله میگوید که نخست یک انتحار کننده یک موتر بمبگذاری شده را در برابر دفتر روند سبز، یکی از جریان های سیاسی مربوط به امرالله صالح، منفجر ساخت و سپس مهاجمان با نگهبانان این دفتر درگیر شدند. این وزارت میافزاید که امرالله صالح با 85 تن دیگر از محل رویداد به گونه مسون بیرون کشیده شدند. وزارت امور داخله میگوید که تاکنون 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم دیگر در طبقه چهارم یک ساختمان با نیروهای امنیتی درگیر است. صدای انفجار موتر بمبگذاری شده افزون بر باشندگان حوزه چهارم امنیتی، آرامش باشندگان بخش های دیگر کابل را نیز برهم زد. وزارت امور داخله می گوید که در نخست عصر امروز یک مهاجم انتحاری یک موتر بمبگذاری شده را در برابر یک ساختمان انفجار داد و سپس 3 تا 4 مهاجم دیگر وارد این ساختمان شدند. در روان سبز در مرکزی دفتر آقایم نماینده ایم دلتا دفتر سر نجده انتحاری عمله وشوا و آقا نورست شده کنه دغه موږ دفتر نه دی باندې او زموږ ملګري دفتر کې دننه دی او دغه شماریم سره مصروف دي. وزارت امور داخله میگوید که این حمله بر دفتر روند سبز رخ داده است. امرالله صالح بنیادگذار روند سبز است. تقریبا نام ماست نظرعلی. تقریبا یک ساعت میشه که دنیم اینجا انتظار هستیم که تا را واسه بریم طرفای خانه ما. وزارت امور داخله میگوید که آقای صالح نیز در هنگام رویداد در داخل این ساختمان 4 طبقه‌ای بود، اما او با 10 تن دیگر نجات داده شد. چه تا یو څوک ټارګټ کی شاخه کی اما هغه سره دی کنه اما تاسو ساتي کنه یو ته ځان رسي کنه خو که فکر وکړو حکومت به دې کفایت راغله دی کنه دا خو معلومه خبر دی ټول ته معلومه ده چې دې کفایت راغله. شدت نگرانی وضعیت صحیح دوستان می باشم. دیگر ساعت هاست منتظر هستم. رئیس جمهور غنی نیز در صفحه تویترش می گوید که امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتیش از یک حمله پیچیده دشمنان کشور جان سالم برده است. آقای غنی می گوید که این حمله ناکام شده است. در یک هفته پسین این چهارمین حمله در شهر کابل است که ده ها کشته و زخمی بر جای می گذارد. برای بعد از دادن جزئیات بیشتر در این باره شریف امیری خبرنگار ترونیوز از محل رویداد در برنامه با ما پیوسته. آقای امیری، آخرین جزئیات درباره حمله امروز بر دفتر روند سبز در بخشهایی از حوزه چهارم امنیتی پلیس شهر کابل چست؟
با سلام، در حدود 6 ساعت است که درگیری میان نیروهای دولتی و مهاجمان آنجا در آن ساختمان، که اگر امکانم کم کمک کنه که بخش از این ساختمان در حال آتش گرفتن است ادامه داره و آنچنان جزئیات را که وزارت امور داخله داده تا هنوز 3 تن از مهاجمان از پا در آورده شدند، اما مهاجمان دیگر هنوز هم به درگیری می پردازند. لحظات پیش از اینکه ما با شما بپیوندم چندین صدای انفجارها هم شنیده شد که این انفجارها احتمالاً برخواسته از پرتاب نارنجک و یا شلیک موشک ها بوده. گفته میشه که مهاجمان هنوز هم بر طبقه بالایی ساختمان که گفته میشه 4 طبقه داره هنوز هم جابجا هستند و نیروهای CRU یا نیروهای ویژه پلیس در حال تصفیه و پاکسازی محل از وجود مهاجما هستند و تا هنوز هم هیچ کس شمار دقیق مهاجما را نمیدانند که چند تن از آنها هنوز هم زنده هستند و به درگیری میپردازند. اما جزئیات را که وزارت صحت آمد داده تا هنوز در این رویداد 2 تن به شمول 1 زن جان باخته و 25 تن دیگه هم زخمی شده و مقام های امنیتی در محل رویداد میگن که تا اکنون از این ساختمان در حدود 85 تن را نجات دادن. و درباره درگیری و ساختمان که گواهی درگیری است، ساختمان مربوط دفتر روند سبز است. حمله و هدف حمله بر ساختمان روند سبز است، اما مقام های امنیتی که در محل رویداد هم هستند، من ازشان پرسیدم که امی ساختمان که فعلا در حالت آتش گرفتن است، که ای آیا امی ساختمان روند سبز است یا ای که ساختمان است که در نزدیکی از او قرار داره و از او جا بر دفتر روند سبز آماش قرار میتن. تا هنوز دقیق نیست و به ما هم اجازه نمیتن که به محل رویداد نزدیک شویم، چون درگیری ها ادامه داره. هرچند در این دقایقی که ما شما گپ میزنیم درگیری وجود نداره، اما پیشتر از این درگیری بسیار زیاد شدید بود و حتی در محل رویداد کسایی که خانه هایشان است، اونا برشان دستور داده شده تا خانه هایشان را ترک بگویند. تشکر شریف و مواظب خودت هم باش. و بیننده های گرامی در استودیو، آقای بهار مهر مشاور وزارت امور داخلی افغانستان در پیوند با همین رویداد در استودیو حضور دارند. آقای مهر، خوش آمدین به استودیو. جزئیات شما درباره رویداد امروز، تلفات و چگونگی حمله چست؟ به نام خدا و عرض سلام به شما و بیننده ها. همچنان که در گزارش شما آمد، یک بخشش را میخوایم اصلاح بکنم، ایست که 3 تن از تروریست ها از پا در آمدن تا حال و 1 تن دیگه در یک نقطه جابجا شده، که انفجارهای اخیری هم که صورت گرفته، 2 انفجاری که صورت گرفته و مردم در ساحه شنیده در او بخش کابل، ناشی از مواد است که خود نیروها جابجا کرده بودند بر رخنه، بر ساحه که این تروریست جابجا شده بود. انفجارها کنترل شده است. ما به شهروندان کابل اطمینان میدیم که از این بابت نگران نباشند. منتها چیزی که انجام یافته یک حمله بزدلانه و تروریستی است که دشمنان مردم افغانستان برای برهم زدن و مختل کردن نظم و دموکراسی تلاش داشتند تا یکی از چهره های ضد مقاومت مردم افغانستان، ضد طالب را و در افغانستان هدف قرار بدن، که خوشبختانه ایشان از این حادثه جان سالم بدر بردن. شما در جریان هستین که نیروهای قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در اسرع وقت به کمک مردم و اهالی منطقه دی ساحه شتافتند، که رقمی که در گزارش آمد نجات داده شده ها شامل مردم ملکی در منطقه و کارمندای دفتر جناب سالی صاحب هستند که از ساحه بیرون شده. تشکر. در جریان یک هفته ای چهارمین حمله است که پایتخت گواه میشه، نقص در کجای کار است؟ کمکاری وزارت امور داخله را میتونه تثبیت بکنه؟ شما میدانید که ما هر گامی که پیشتر میمانیم برای روندهای دموکراتیک، مردم سالار و که تثبیت بکنه جایگاه حکومت و مردم افغانستان و خواستهای مردم افغانستان، دشمنان مردم افغانستان از اون طرف تلاش میکنن تا این روندها را بر هم بزنن. و این تلاش ها قابل جلوگیری نیست؟ تلاش ها بسیارش که برای ما در ساحه میبینیم جلوگیری میشه. شما میفهمین که
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نه تنها در داخل شهرهای بزرگ که در جبهات مختلف در برابر دشمن مبارزه میکنند و این مبارزه پیوسته در برابر تمام آنهایی که بخواهند نظم و امن را مختل کنند ادامه دارد. تشکر. اما وضع نگران کننده است. باشندگان کابل در حراس سندهنگام گشت و گذار اطمینان در کار است. ما نه تنها به مردم کابل، به تمام کاندیداها و به تمام جریانهایی که مبارزات انتخاباتی را آغاز کردن اطمینان میتیم که امنیتشان تامین است و ما از تمام توان و امکانات برای محو هر گونه تهدید در برابر مردم افغانستان استفاده میکنیم. تشکر آقای مهر، مشاور وزارت امور داخلی افغانستان. سلامتون در برنامه. با ادامه خبرها، پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری امروز به گونه رسمی آغاز شد. این پیکارها تا دو ماه میان 18 دسته انتخاباتی ادامه خواهند داشت. شمار از شهروندان کشور، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و اعضای شورای ملی پیکارهای انتخاباتی نخستین روز آغاز این روند را کمرنگ میگویند. ساعت 12 شب و ستادهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سرگرم نصب پوسترهای تبلیغاتی در بخشهای از پایتخت هستند. 18 دسته انتخاباتی ریاست جمهوری پیکارهای انتخاباتیشان را به روز ششم ماه اسد آغاز کردند. امروز به چندین جاده از پایتخت سر زدیم، اما کمتر تصاویر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در کنار ایجاده ها دیدیم. پایتخت نشینان در حالی که یگانه راه مشروع انتقال قدرت را برگزاری انتخابات میگویند، اما شماری از آنان هنوز به برگزاری انتخابات شفاف باورمند نیستند. کمیسیون انتخابات امی باور برای مردم ما در انگیزه مردم ما ندادن که مردم باور کنن و کار درست را انجام بدن. رای ما شفاف باشه، مشخص شود که این ملت افغانستان رای داده است که رئیس جمهور ما تعیین شده، نه اینکه آمریکا بیا برای ما رئیس جمهور تعیین کنه. روز نخست پیکارهای انتخاباتی نه تنها در پایتخت بل در شمار دیگری از ولایت های کشور نیز کمرنگ بوده است. چیزی که وعده میکنم به مردم را عملی بکنم، خیانت نکنم. امروز کمپاین های انتخاباتی را فکر کنم آغاز نشسته، اما اصلا رنگ و بویی نداره. میگرفه ما دولت خیرش نداره، میگرفه حرام است. شماری از اعضای شورای ملی علت کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی را بی‌باوری شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شفافیت برگزاری انتخابات و نیز برگزار نشدن به موقع انتخابات می‌دانند. کاندیداهای محترم برنامه‌های را بر ملت ارائه بکنند که اجرایی باشه. ما دیدیم که بعضی از کارمندان به حال دولت در اشتراک داشتند، به شمول مقامات تا سطح وزیر، که خودش نقض اصول رفتاری و همو قواعد مربوط به انتخابات است که جدی از این باید جلوگیری شود. با این هم در تمام جاده های پایتخت تنها چند تصویر بزرگ شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیده می شوند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، می گوید که گفتگوهای میان افغانان پس توافق آمریکا با طالبان آغاز خواهد شد. آقای خلیلزاد بر ایجاد یک هیئت همشمول و اثرگذار که در آن نمایندگان از مقام های بلندپایه حکومت، احزاب سیاسی برجسته، جامعه مدنی و زنان حضور داشته باشند، برای انجام گفتگوهای میان افغانان تاکید ورزیده. در همین حال حکومت افغانستان از کار روی ایجاد یک هیئت همشمول و اثرگذار تاکید می ورزد و می گوید که گفتگوهای میان افغانان تا چند هفته دیگر آغاز خواهند شد. در حالی که وزیر دولت در امور صلح گفته است که انتظار می رود تا دو هفته آینده نخستین دور گفتگوهای صلح با طالبان در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شود، اما زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح، در صفحه تویترش نگاشته است که گفتگوهای میان افغانان پس از توافق آمریکا با طالبان انجام خواهد شد. از سوی هم سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نیز در این باره واکنش نشان داده است و گفته است که پس از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، این گروه با افغانان وارد گفتگو خواهد شد. قرار است تا هفته های بعدی گفتگوهای بین الافغانی با مشارکت تمامی طرف ها، البته هیئتی که فراگیر جامع و نمایندگی بتواند نمایندگی بکند از تمام افغانستان، تشکیل میشه. در این نشست شرکت میکنه و ما امیدوار هستیم این نشست بتونه افغانستان به سر منزل مقصود برسانه. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بر ایجاد یک هیئت جامع و اثرگذار از سوی حکومت افغانستان تاکید کرده است. حکومت افغانستان هم میگوید که این هیئت که 15 عضو خواهد داشت در حال شکل گیری است. شخصیت های با ظرفیت معرفی خواهد شد که بتونه
مطالبات مردم افغانستان را، مطالبات جامعه زنان را و اقشار مختلف را به نحوی در مذاکره با مخالفین مسلح حکومت باستاب بده. رئیس شورای عالی سال امیدوار است که گفتگوهای سال افغانستان را در مسیر بهتری قرار خواهد داد. صلحی که بر اساس یک مکانیزم بسیار عزتمندانه برای دو طرف عزتمندی را تأمین کند، نه حقارت، نه ذلت، نه برگشت به تاریک و گذشته ظلمانی. منابع آگاه از گفتگوهای سال میان طالبان و امریکا در قطر میگویند که دو طرف روی نهایی سازی توافقهایشان تا چند روز دیگر هشتمین دور گفتگوها را برگزار خواهند کرد. در ادامه تا چند لحظه دیگر. انتقادها از ملغا شدن دبیرخانه شورای عالی سال. ادامه خبرها. کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید رسانه ها و کارمندان رسانه ها باید در جریان گزارش دهی از روند انتخابات اصل بی‌طرفی، دقت و توازن را در نظر گیرند. این کمیته می افزاید که احترام به حریم خصوصی افراد در نظر گرفتن معیارهای اطلاع رسانی، دقت، توازن، بی‌طرفی و اجتناب از شایعه پراگنی ها در هنگام گزارش دهی از موارد اند که در لایحه تنظیم فعالیت های رسانه ها در جریان انتخابات ذکر شدند. اصل بی‌طرفی، اصل اطلاع رسانی منصفانه و عادلانه و اصل برخورد یکسان با همه نامزدانی که متوسل بر رقابت بر مبارزات انتخاباتی هستند مورد توجه من باشد. اگر رسانه ها به ارزش های اساسی کار اطلاع رسانیشان در این پروسه توجه نکنند، کمیته رسانه ها از به مواد قانون انتخابات متوسل به اتخاذ تدابیر انضباطی خواهد گردید. شمار از اعضای شورای ملی با آنکه کارکردهای شورای عالی صلح را با پرسش های همراه می دانند، اما لغو دبیرخانه این شورا و انتقال این نهاد به وزارت دولت در امور صلح را تلاش ها برای پیکارهای انتخاباتی و یک کار خلاف قانون می دانند. در همین حال شورای عالی صلح گفته که با لغو سکرتاریت شورای عالی صلح کنون بخش عملیاتی نهاد به وزارت دولت در امور صلح انتقال یافته و این وزارت بیشتر به حکومت پاسخگو خواهد بود. ریاست جمهوری این تغییرات را گام برای انسجام تلاش های صلح می داند. تنها چند ساعت به آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری مانده بود که ریاست جمهوری از لغو دبیرخانه شورای عالی صلح سخن زد. رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان داد که دارالانشای شورای عالی صلح لغو شود. اما سه‌شنبه هفته گذشته معاون نخست دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی امرالله صالح از توقف هرگونه تغییرات در نهادهای دولتی وعده داد. رئیس جمهور فعلی که همزمان با رهبری اداره کشور یکی از کاندیدات انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هر گونه عزل و نصب کمباین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت ساز تلقی گردد، از تاریخ نشر این اصولنامه تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری میکند. شماری از اعضای شورای ملی این حذف و ایجاد نهادها را در آستانه پیکارهای انتخاباتی پرسش برانگیز میدونند. دغه کمپاین خبره ده، بلیس خبر نست، دا چار څوک راخ بل زده کی زه پرځه کی دا کمپنی دغه ده. ای به خاطر انتخابات است و هر نو مقرری کی صورت میگیره خلاف قانون اساسی افغانستان هستند. شورای عالی صلح در حالی که از این تغییرات به گونه استقبال میکند، اما میگوید که پس از این وزارت دولت در امور صلح کمتر به شورای عالی صلح اما بیشتر به حکومت پاسخگو خواهد بود. طبیعی است که وزارت دولت در امور صلح هست و ارتباط مستقیم و پاسخگوی مستقیمی به دولت خواهد داشت. دارالانشای شورای عالی صلح بر اساس فرمان رئیس جمهور لغو شد، اما بر اساس همین فرمان به کمیته وظیفه سپرده شده که اونا یک ارزیابی را از کارمندان دارالانشای شورای عالی صلح داشته باشند و در صورت امکان بعد از سپری کردن ارزیابی دوباره اینا در چوکات وزارت صلح تعیین شوند و کار بکنند.
با این هم دیده شود که در روزهای آینده آیا رهبران حکومت وحدت ملی به تغییرات و تبدیلی ها در نهادهای حکومتی تلاش خواهند کرد یا نه؟ در ادامه خواست اتاق تجارت و صنایع از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. در ادامه باشندگان ولایت هرات از آنچه که افزایش بهای تکت های شرکت های هوانوردی میگویند انتقاد میکنند. آنان میافزایند که به علت مشکلات امنیتی ناگزیرند که به پایتخت و ولایت های دیگر از راه هوا سفر کنند، اما افزایش در حدود 20% بهای تکت های شرکت های هوانوردی آنان را با دشواری های روبرو ساخته. در همین حال مسئولان محلی هرات میگویند که به این مشکل رسیدگی خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع آغاز روند پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را برای رونق کاروبار در کشور مهم میداند و میگوید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید از خدمات شرکت‌های داخلی استفاده کنند. مسئولان این نهاد میگویند که پیکارهای انتخاباتی میتوانند اثرهای مثبت اما کوتاه مدت بر کار شرکت‌های بازرگانی و ویژه چاپخانه‌ها داشته باشند. خواهید دید. دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یک زیردریایی غرق شده شوروی پیشین در آب‌های خلیج فنلند. ادامه خبرها. نیروهای امنیتی عراق در پایان دومین مرحله از عملیاتشان بر ضد داعش میگویند که ده‌ها تن را به ظن عضویت در این گروه بازداشت کردند و بخشای پیرامون شهر بغداد پاکسازی شدند. این عملیات از دو هفته بدین سو آغاز شده و هدف آن نابودسازی هسته‌های پنهان داعش در شهر بغداد گفته شده. ساعت 8 صبح به وقت محلی بغداد، شماری از نیروهای واکنش سریع عراق برای عملیات به منطقه عطارمیه در مرز شهر بغداد با شهر تکریت می روند. در ماه‌های گذشته این منطقه گواه پرتاب هاون و ماین‌گذاری ها از سوی داعش بوده است. اطلاعات استخباراتی از وجود 3 تن از اعضای داعش در این روستا خبر دادند و از همین رو این نظامیان خانه های روستانشینان را بازرسی می کنند، اما مزنون را نمی یابند. با کمک نیروهای فدرال و نیروهای خیزش مردمی، اوضاع امنیتی این منطقه بهبود یافته است و خطرها از میان رفتند. نیروهای عراقی از دو هفته به این سو در پیرامون شهر بغداد و نیز در بخش‌های مرزی عراق با سوریه عملیات را بر ضد داعش آغاز کردند. در این عملیات تا کنون 10 تن بازداشت شدند. داعش بخش های مرزی را به علت ویژگی های جغرافیایی و دموگرافیکی آنها برگزیده است و از فاصله این بخش ها با مرکز های نیروهای امنیتی سود برده است. پناهگاه های آنان در بخش های وسیع و دور افتاده قرار دارند. 2 سال پیش حکومت عراق شکست داعش را در این کشور اعلام کرد، اما هشدار داد که برخی از هسته های پنهان این گروه هنوز هم در عراق هستند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدن از یک زیردریایی غرق شده شوروی پیشین با یک زیردریایی دیگر به عمق آب‌های خلیج فنلند رفت. این زیردریایی در جریان جنگ جهانی دوم با یک ماین نیروهای آلمانی غرق شده بود و در ماه می سال 2008 میلادی کشف شد. ادامه خبرها را در طلوع نیوز دنبال کنید. و در ادامه سرخط چند خبر بار دیگر. حمله بر دفتر روند سبز در کابل. در یک حمله گروه از مهاجمان بر دفتر روند سبز در حوزه 4 شهر کابل 2 تن جان باختند و 25 تن دیگر زخم برداشتند.
آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری، این پیکارها تا دو ماه میان 18 دسته انتخاباتی ادامه خواهد داشت. تأکید بر ایجاد یک هیئت همشمول برای سال. زلمه خلیلزاد میگوید که گفتگوهای میان افغانان پس از توافق امریکا با طالبان انجام خواهد شد و برای پیشبرد این گفتگوها باید یک هیئت همشمول ایجاد شود. و بازداشت دهاتن به اتهام همکاری با گروه داعش در عراق. ادامه خبرها. بیش از 1000 سرباز پس از 12 هفته آموزش های نظامی امروز گواهینامه هایشان را به دست آوردند. فراغت این سربازان همزمان با پیکارهای انتخاباتی است و این سربازان از تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی اطمینان می دهند. تا کنون بیش از 40000 سرباز از مرکز تعلیمی قول اردوی 207 ظفر سند فراغت گرفتند. فراغتشان را جشن گرفتند. بیش از 1000 سرباز تازه نفس امروز کمر بستند تا در سنگرها مخالفان مسلح را از پای درآورند. مسئولیتی سنگین که همزمان است با شدت ناامنی ها در ولایت های حوزه غرب. برو کسانی که در این وطن می جنگند بخصوص در کشور اسلامی، کشور عزیز ما افغانستان، نباید جنگ و خواب و خیالات گم کنند از سرشان، چون در این کشور تا اردی ملی افغانستان باشه امکان نداره که هیچ نوع طالب هیچ نوع چیزی سر خود بالا بتواند. برای جوانان غم دیده مردم افغانستانی پیام دارن که دست به دست هم دیگر داده از پرسی اینا بگریزه و دست به دست هم دیگر داده در مقابل مخالفین مبارزه کرده تا اینا را از بین ببره، از خاک خود از وطن خود دور کنه. این سربازان به مدت 3 ماه به صورت عملی و مسلکی آموزش های نظامی را فرا گرفتند و امروز پس از دریافت سند فراغت از قول اردوی 207 ظفر به میدان های نبرد در ولایت های حوزه غرب اعزام می شوند. تعلیمات شامل بخش های تکتیک بوده، شامل بخش های انداخت بوده، مضامین توپوگرافی بوده، انجینری بوده و تعلیمات در کل در قوانین و کنوانسیون های ژنو بوده. جهت کارزارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از امروز آغاز شده است. قول اردوی 207 ظفر از تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی در حوزه غرب اطمینان می‌دهد. مردم ما مطمئن باشند در روز انتخابات، در انتخابات بسیار به خاطر جمعی اشتراک بکنند، امنیتشان تامین است. انشاءالله به هیچ نوع تحرکات دشمن اجازه نمیدیم و مجال هم نداره دشمن که در اونجا تحرکات خود انجام بده. تا کنون بیش از 40000 سرباز در قول اردوی 207 ظفر آموزش های مسلکی نظامی دیده و برای مقابله با دشمن به میدانهای نبرد فرستاده شدند. شماره از آموزگاران در زابل ادعا دارند که از 10 ماه بدین سو حقوق ماهانشان را دریافت نکردند. آنان می‌افزایند که با فرار رسیدن عید قربان به پول نیاز دارند و وزارت معارف حقوقشان را نمی‌پردازد. ریاست معارف زابل این مشکل را می‌پذیرد. وزارت معارف گفته که به این مشکل تا چند روز دیگر رسیدگی خواهد شد. نگرانی شماری از آموزگاران در ولایت زابل از نپرداخته شدن تنخواهایشان. آنان میگویند که از 10 ماه به این سو معاش دریافت نکردند. در همین حال شماری از بزرگان قوم وزارت معارف را در حل مشکل این آموزگاران به بی‌پروایی متهم می‌سازند. داش پر مشتی مش نداره کار سوال پنج مشتی مش نور کرد که نمالم من مجبور دیسی باید داو مکاتب بندی پرس پداق شل کاله که مکتب نویلی دلی وسیه د تالیبانو لخواس امی جاز دوست و او مقصد زمر داغ بچان مجبور تا خوشحال وسی مجبور یو مکتب وایی داغ مشکل د زړه په غوژونو باندې واوري او تر هغه مرجې پورې ورسېږي چې هغوی امکانات لري، هغوی د اجرایاتو توانمندي لري، تر کومه پورې به موږ په دغسې یو حالت کې اوسو. خدای مه کړه، خدای مه کړه دغه معلمین مایوسه نه شي او بلته بیرته دوباره د زموږ مکاتب بیرته ونه تړل سي، مسدود نه سي.
این بزرگان اقوام خواهان رسیدگی به این موزل شدند. علما و قومی مصران در اغوز امور سر په تماس کدی وای وای نور با در معلمان خپل مکاتب با بندهی زکا اغو تماش نور کول چیر در دولت تخوازه که او که پا پینزل شرش پو چی دولت دیت پاملا جدی پاملا را نوانه که شاید پا در غول سوالوی که در اغتر لسراولان است قومی خلقو للا او در علماء و لطرا پراغلی در لسراولان بده یو مخ پرسی پر وداری ریبر تا بده پخواه پا سیر بندی پا طول زابل پا طول غول سوالوی که مکاتب پل بی آقا تعمیرون هم نلری مرکز در مصر وادیه کردی ویسی مرز با تعمیرون در که او که تعمیرون رو نو وصول و آقا به خیمه در که و آقا هم ونس و وست پیلن دی معلمان و معاشون نست معلمان مست را گلی دی ولایت شورا تا کچو چو واری را گلی دی سی آقا مجبور دی دی تا سی خپل معلمی پریش دی او مکتبون سکوت وکی ریاست معارف زابل این مشکل را میپذیرد. بعضی نامالی مدلیل پر اساس بنده، بعضی شکایتون پر اساس بنده، بعضی مداخله پر اساس بنده، بعضی هو اشخاص مداخله پر اساس بنده چه نه غواړي معرفت پرمختګ وکړي، نه غواړي چې معرفت وده وکړي او د خلکو اولادونو تعلیم څخه برخمن شي. تر دې مرحله پورې دوی معاشات پاتې دي، دوی ستونزه پر ځای ده، ولایت شورا هم په دې ارتباط باندې له موږ څخه بار د وضاحت غوښته دي، ولې موږ ټول هغه رسمي اسناد چې د وزارت مقام څخه مو ترلاسه کړي په اختیار کې درلود، له دوی سره مو شریک کړي دي، دوی ته مو خپل قناعت ورکړي چې په دې مورد باندې موږ هم اقدام کړي د وزارت مقام سره هم دا تشویش او دا مشکلات شریک کړي دي، ولې متاسفانه تر اوسه پورې په دې ارتباط وزارت مقام نه فرض کومه به مشکلات پر اساس باندې اقدام نه ده کړی. از سوی دیگر وزارت معارف میگوید که تا چند روزی آینده به این مشکل آموزگاران رسیدگی خواهد شد. این موضوع با رهبری وزارت معارف شریک ساخته شد. انشالله که امروز این مشکل حل میشه. رهبری وزارت معارف و رئیس معارف زابل با تمامی جوانبی که دخیل بودند در همه قضیه دیدار کردند، هدایت لازم را صادر کردند. معاشات تمامی معلمینی که پرداخت نشده بود، انشالله که ظرفی یکی دو روز آینده معاشاتشان پرداخت میشه و در حال حاضر مشکل حل شده. این آموزگاران هشدار میدهند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود، دست به اعتصاب کاری خواهند زد. همزمان با آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری، شما را از باشندگان بلخ از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که با مردمان کشور صادق باشند. آنان میافزایند که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و دهایی را که نمیتوانند عملی سازند نباید به مردم بدهند. آنان تاکید میورزند که تجربه انتخابات های گذشته نشان داده که بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و دهایی دروغین به مردم میدهند. در نخستین روز آغاز کارزارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری، نشانه های از پیکارهای انتخاباتی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دیده نمی شود. شهری که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور شناخته شده است. اصلا رنگ و بویی نداره کمپاین های انتخاباتی و در سن شهر یا در مرکز شهر که ما قرار داریم هیچ از کمپاین های انتخاباتی را درکش یا هم نشانش دیده نمیشه. یک دفعه ببینم که یا برادر کدامش چی وعده های میتن و دادن، هم سابقه هایشان دادن لیکن عمل نکردن. حالا ببینیم که در گفتار خود عمل کردنی هستن یا نیستن، باز ما تصمیم خود میگیریم بخیر. شعاری که میته حداقل بمو تا یک حدی را عملی کنه. این دو مرد کهنسال تجربه شرکت در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور را دارند. اکنون از آغاز پیکارهای انتخاباتی و نیز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اطلاعی ندارند. آنها از گسترش فقر، بیکاری، ناامنی و ناداری شکایت دارند. میاگرپا ما دولت خیرش نداد، میاگرپا آرام است. میاگرپا گوشت خوک است، نقصانش داده نه خیرش نه. حالا اگه ما خیر شد باز خانه ما ویران شد، زمین ما قبضه مردم شد، روز ما یه نمه قلتک مانده. در انتخابات های گذشته با آغاز پیکارهای انتخاباتی، کارمندان ستادهای انتخاباتی نامزدها از ساعتهای نخست بامداد مشغول نصب بلبوردها، عکس های تبلیغاتی آنها و معاونانشان در خیابان ها می شدند و همایش های انتخاباتی را در هتل های شهر برگزار می کردند. کاندیداها باور ندارند به این که انتخابات صورت میگیره یا نمیگیره. به همین دلیل است که اینا نمیخواین که یک مبلغ هنگفت اینا مصرف بکنن و بالاخره نتیجه از او هم هیچ باشه.
مبارزات انتخاباتی تا دو ماه دیگر ادامه می‌یابد و 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسد. نیروهای امنیتی در بلخ می‌گویند که آمادگی برای تأمین امنیت این مرحله از انتخابات را به اجرا گذاشته‌اند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری کارکردهای نهادهای عدلی افغانستان را مثبت میداند. این کمیته در چهارمین گزارشش میگوید که نهادهای عدلی کشور از 51 سفارش این کمیته 40 سفارش را به گونه کامل عملی ساختند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که استخدام زنان در نهادهای عدلی، رسیدگی به شکایت های مردم و فعالسازی نهادهای عدلی در والسپوری های کشور از جمله کارکردهای مهم این نهادها هستند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری در چهارمین گزارشش از عملی شدن سفارش های این کمیته از سوی نهادهای عدلی کشور میگوید. هرچند به باور این کمیته برخی از چالش ها هنوز هم در برابر کارکردهای نهادهای عدلی کشور وجود دارند. 60 قضیه اراکینی بلندپایی حکومت تا نوز 6 دوسیش بلوچستانی به ستره محکمه تسلیم شده. دیگه امیر ما میخواهیم که کم ذره اینا سرعت پیدا کنند. یافته های این کمیته نشان میدهند که استخدام زنان در نهادهای عدلی در دو سال گذشته افزایش یافته است. یکی از دستاوردهای لوی‌سرمالی است که توانسته با مرور زمان در امی دو سال سه سال اخیر تعداد وکلای مدافع زن زیادتر شد و ما امرای کسایی که مصاحبه داشتیم اونا ایره بسیار یک دستاورد خوب خواستند. این گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری در حالی از پیشرفت‌ها در نهادهای عدلی میگوید که مردم از وجود فساد در این نهادها به شدت انتقاد دارند. رئیس جمهور غنی حکم داده است که برای بررسی اتهام‌ها درباره آزار و اذیت جنسی زنان در نهادها یک سکرتاریت ویژه ایجاد شود. ریاست جمهوری میگوید که این سکرتاریت در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که این سکرتاریت تمامی اتهام‌ها به شمول اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. قرار است این نهاد در 3 ماه اتهام‌های آزار و اذیت جنسی زنان را در نهادها بررسی کند. پس از اوج گرفتن اتهام‌های آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای گوناگون دولتی به شمول ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور حکم ایجاد یک سکرتاریت را برای بررسی این اتهام‌ها داده است. هدف اساسی سکرتاریت است که به گونه شفاف و عادلانه ادعایی که اخیراً مبنی بر آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی مطرح شده بررسی بکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که مسئولیت این سکرتاریت را کمیسیون حقوق بشر به پیش خواهد برد. این سکرتاریت به عنوان یک آدرس مشخص برای زنان افغانستان، کسانی که قربانی همچو قضایا بوده، چه کسایی که داخل ارگ بوده، چه زنانی که در جریان انتخابات متاسفانه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و آزار و اذیت شدن، میتونن به این سکرتاریت مراجعه بکنن. اگر اداره هم ایجاد میشه اشخاص افراد باشه که اونا وابسته به حکومت یا وابسته به هیچ جنایی نباشن، مثلا استادای پانتون یا کسانی که واقعا صادق و پاک باشن و بتونن که اینمی مسائل بی‌طرفانه در موردش قضاوت بکنن. شماری از این اتهام ها حتی از سوی چهره های نزدیک به رئیس جمهور مطرح شدند، چنان که یک مشاور پیشین رئیس جمهور اتهام های رشوه‌گیری جنسی و ترویج فحشا را در ارگ ریاست جمهوری همگانی کرد. ما پخپلا دا په ارګ لیدلی دي، دا ما اوریدلی دي چې د افغانستان ډیرو غټو مشرانو د رئیس جمهور په مخ کې ورته وویلې چې جناب رئیس جمهور زه له تانه یو ګیله لرم او یو خواهش لرم. ګیله مې دا ده چې د حکومت په حلقو کې فحشا ډیر زیات شوی دی او خواهش مې دا ده د دې مخه ونیسه، که نه د دې عواقب به ډیر بدي. هیچ چا له هغه ځین نه پوښتنه ونه کړه.
پیش از این ریاست جمهوری اتهام های وجود آزار و اذیت جنسی بانوان را در حکومت گونه ای از توطئه سیاسی در برابر رئیس جمهور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته است. عبدالله با اشاره به گماشته شدن ولید تمیم همچون سرپرست معینیت عواید و گمرکات میگوید که رئیس جمهور غنی یک چهره مشهور به فساد را مسئول عواید کشور گماشته و ای میگوید که معین پیشین معینیت عواید و گمرکات از صادق ترین چهره های حکومت بود. پیش از این ریاست جمهوری گفته که ولید تمیم کسی فرمانده فساد در لوی سرنوالی دارد بر بنیاد نیازمندی ها در این سمت گماشته شده و تا حکم دادگاه بیگناه است. سندی که به طول نیوز رسیده است نشان می دهد که چند پیش رئیس جمهور غنی خواستار بررسی چالش های پیش آمده در اداره نفت و گاز شده است. بر بنیاد این سند رئیس جمهور غنی از همایون قیومی نامزد وزیر وزارت مالیه و اجمل احمدی نامزد وزیر وزارت تجارت خواست است که این چالش ها را بررسی و بر ریاست جمهوری گزارش دهند. به تازگی ولید تمیم که به گفته لوی سارانوالی سه پرونده اتهام فساد در نهاد دارد، همچون سفیر در هند و سرپرست معینیت گمرکات و عواید وزارت مالیه گماشته شده است. هیچ گونه ارزشی به اینکه محکمه ما، سارنوالی ما پرونده دارند، دوسیه دارند به فساد، به قتل، به جنایت، به غصب، هیچ گونه اهمیتی برای مقامات ندارند. و این افراد فکر نکنم شخص اینا به شخصی اول و دوم نزدیک باشن، عاشق چشمی افراد نیستن، فکر میکنم جبههایشان بیشتر با هم نزدیک هستند. با این حال رئیس اجرایه از آنچه که برخورد سیاسی و نیرنگ ها در کار مبارزه با فساد در دستگاه حکومت میگوید انتقاد دارد. یک کسی مشهور به فساد مالی را که در دوسیه داره در سارنوالی افغانستان مسئول عواید افغانستان ساخته. یعنی گرگ چوپان گرفتند. و واقعا میگم انشالله با ایمانداری میگم که معین پیشین عواید و گمرکات به هیچ نوع تعلق سیاسی منطقوی هیچ چیز به امرایش ندارم از صادق ترین کارمندای همی سرزمین بود. ولی تمیم تا کنون در این باره چیزی نگفته است، اما ریاست جمهوری به روز شنبه علت گماشته شدن ولی تمیم را یکی از نیازها دانست و نیز گفته بود که او تا حکم دادگاه درباره اتهام های وی بیگناه است. ادامه خبرها بعدتر. ادامه خبرها. کارهای نخستین برای عملی شدن پروژه تاپی در افغانستان بر بنیاد زمانبندی آن به پیش می رود و هیچ مشکل امنیتی فراراه این پروژه وجود ندارد. وزارت معادن می گوید که 90% کارهای نخستین این پروژه در افغانستان پیش رفته. این در حال است که اخیرا رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های بلند پایین کشور نگاشتند که به علت ناامنی ها در افغانستان پاکستان حاضر نیست که در پروژه تاپی سهیم باشد. وزارت معدن و پترولیم میگوید که هیچ مشکل فراراه پروژه تاپی در افغانستان وجود ندارد و کارهای نخستین این پروژه بر بنیاد زمان بندی آن به پیش می رود. هم محل کچیری پروژه کی یو هیواد غواړي چې د پروژې د تعهداتو نوزی په دې برخه کې به تصامیم د بین الحکومتي تعهداتو په اساس او د قراردادونو په اساس همداشان د سترو پروژو د مدیریت یو برخه چې په دې برخه کې حقوقي برخه ده به تصامیم نیسی. اخیرا شماره از رسانه های پاکستانی به نقل از معاون نخست وزیر پاکستان نگاشتند که با در نظر داشت مشکلات امنیتی در افغانستان پاکستان نمیتواند خطر بزرگ امنیتی این پروژه را در افغانستان به دوش گیرد. پاکستان به خوبی واقف به است که در بخش پاسخگویی به ضرورت های انرژی خود نمیتونه بسیار شدید با پروژه تاپی مخالفت بکنه. وضعیت امنیتی که بهانه شده فعلا یه وضعیت امنیتی در سابق هم به همین شکل بود. پروژه تاپی
که بر بنیاد آن سالانه تا 1.5 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند خواهد رسید، با ساخت لوله گاز با درازی بیش از 1800 کیلومتر در 4 کشور یکی از پروژه های بزرگ منطقه‌ای است و بر بنیاد اطلاعات داده شده تنها 816 کیلومتر این لوله گاز در مناطق قسم ناامن کشور کشیده خواهد شد. یک نمایشگاه ساخته های دستی از زنان در ولایت لوگر برگزار شده. در این نمایشگاه که از بهره بزرگ داشت از 100مین سال روز استقلال کشور در مرکز ولایت لوگر برگزار شده، ساخته های دستی زنان از بخش های دوردست این ولایت به نمایش گذاشته شدند. نمایشگاه ساخته های دستی زنان در مرکز ولایت لوگر. مسئولان ولایت لوگر میگویند که این نمایشگاه به هدف تشویق زنان بازرگان برای توسعه کاروبارشان در این ولایت راه اندازی شده است. مونگا دی تورت نور برنامه هم درلودل دی، مثلا مونگا مشاعری ور کړی دی، دی وطنی خورو نندارتون مخکې وړاندې کړی او دغه درم نندارتون ده. دی تورت مونگا زین نور پروګرامونه ملرو ترڅو هغه اساسی لید دغه ده، دی مونږ د کار زاویه ده چې مونږ په خپل پخو باندې ودرېږو. در همین حال شماره از شرکت کنندگان این نمایشگاه از حکومت میخوان که برای توسعه کاروبار زنان در ولایت لوگر نمایشگاه های بیشتری را در این ولایت و ولایت های همجوار آن را اندازی کنند. دست مشخص مرجی خونشته خو دست نندرتونون چی جوری دوی کولشی سیخپل اغلاسی سنه چی جوروی دلته خرج کری. این در حال است که شماره از زنان بازرگان در ولایت لوگر از حکومت میخواهند که برای آنان بازارچه های ویژه زنان بازرگان در بخش های از این ولایت ایجاد کند. در ادامه شان خبر ورزشی ببینید. وقت بخیر. تیم ملی فوتبال 16 سالگان کشور در دومین دیدارش در رقابت های قهرمانی مرکز آسیا ترکمنستان را با نتیجه 1-0 شکست داد و به 3 امتیاز این دیدار دست یافت. میل پوشان 16 سال کشور در نخستین دیدارشان با نتیجه 2-2 در برابر قرقزستان رضایت داده بودند. تصمیم ما این بود که یک بازی بهتر بکنیم که برنده شیم، خوشبختانه در نیمه اول گل زدیم، بعد در نیمه دوم دیگه حفاظت شد از گل، یعنی در مجموع هم 1-0 بردیم و برد به مردم افغانستان کردیم، تا آخر تلاش کردم، زحمت کشیدم. ایجاد یک سیستم فنی و مسلکی باعث میشه که ما میزان افتخارات بلند بره. ما قسم تیم عبدالسلام زیر قرنطینه است و تیم 19 سال ما هم زیر قرنطینه هستند که اینا با بازی های بعدی کفا میرن. قرار است تیم ملی 16 سالگان کشور در 3مین دیدارش در این رقابت ها ساعت 8:30 امشب به مسافه ایران برود. رقابت های فوتبال مرکز آسیا با میزبانی تاجیکستان برگزار شده است. انوش دستگیر سرمربی جوان تیم ملی فوتبال کشور که در حال حاضر بالاترین مدرک مربیگری درجه یک فوتبال اروپا را در میان مربیان افغان در اختیار دارد، دومین آزمون خود را برای به دست آوردن دیپلم یوفا پرو در بخش تحلیل فوتبال برای 10 روز در برزیل پشت سر گذاشت. این بازی چهارم لیگ برتر برزیل می باشد که ما آنالیز می کنیم. خب مقصد تنها لیسانس گرفتن نیست، از این طریق می خواهیم که فوتبال افغانستان همچنان کمک کنیم. مسئولان در فدراسیون فوتبال کشور حضور سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان را در برنامه یوفا پرو یک دستاورد برای فوتبال افغانستان می داند. رفتن از اینا با این کورس های جدید انشاءالله بر مسابقات که تیم ملی پیش روی داره یک نتیجه مثبت خواهد داشت. شماره از بازیکنان فوتبال نیز حضور یک مربی مسلکی را در آینده فوتبال افغانستان اثرگذار می دانند. بیاین ایراد برن در کابل، لیگ کابل باشن، برن در قندار، لیگ قندار از نزدیک سعی کنن که بتوانن از یا بازیکنان در تیم ملی افغانستان بگیرن. بازیکنان داخلی از تجربه ایشان استفاده کنیم و تیمای ملی خود را رشد بدیم. مدرک حرفه‌ای مربیگری اروپا یا یوفا پرو شامل 4 آزمون در بخش‌های گوناگون فوتبال است که یک مربی باید آن را در فاصله 14 ماه پشت سر بگذارد. در حال حاضر انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال کشور در مرحله دوم آن قرار دارد. ملی پوشان تکواندوی افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی G1 اردن زیر نام الحسن کپ آنستان 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به دست بیاورد.
احسان رحیمی در وزن 48 کیلوگرم با 4 پیروزی، فرزاد منصوری در وزن 78 کیلوگرم با 2 پیروزی و مرتضی سالم میلی‌پوش وزن 59 کیلوگرم مدال های طلا را برای افغانستان رقم زدند. مدال های نقره را نیز خالد بسم اللهی و شهرام خاکسار به دست آوردند. با شکست زدن حریفان خود توانستم در مسابقات الحسن مدال طلا کسب کنم. توانستم در دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که مدال برنز را کسب کنم. توانستم کسب مدال طلای مسابقات الحسن که بر افغانستان کسب کنم. پیش از این میلی پوشان تکواندو کشور در دهمین دور رقابت‌های نوجوانان تکواندو آسیا که به میزبانی اردن برگزار شده بود به مقام پنجمی این رقابت‌ها رسیده بودند.